استاد میخوام برگردیم یک مقدار راجع به سینما صحبت کنیم. راشبه؟ سینما و راجع به آثار شما در سینما و زیست هنریتون در دوره‌ای که در آثار سینمایی ایفای نقش میکردید و همینطور نویسندگی. من میدونم که شما یکی از آثار ساموئل خاچیکیان رو در واقع نوشتید، فیلمنامش رو. راجع به اون برامون بگید و راجع به کارهای سینماییتون، نقش‌ها، کدوم نقش رو از همه بیشتر دوست داشتید، چه فیلمی رو دوست داشتید، دوست داشتید اگر اتفاقی بیفته نقشی رو بازی بکنید چه نقشی هستش، یا هم چیزهایی که دغدغه شما هست به عنوان یک بازیگر و نویسنده. زندیات ساموئل خاچیکیان که اشاره کردید برمیگرده به دوران دانشجویی. من فکر میکنم دانشجوی سال چهارم، سال آخره دانشکده هنر زیبا بودم که به وسیله یکی از بستگان با ساموئل آشنا شدیم. ساموئل چهره من، حالا به هر حال اون موقع من مثالا شکسته نبودم دیگه، موهای بلند بلوند داشتم و چشمای سبز درخشان و پیده و اینا، ساموئل جذب شد و به من گفتش یک سناریو رو خودت و نیلوفر بنویس. من دوست دارم کار اینجوری کنم. من هم نوشتم سناریوی به نام قصه شب یلدا و ساموئل گرفت و بسیار خوشش اومد و بعد هم به من با صادق این دیالوگاش بی نظیره و خیلی دوست داشت نوع دیالوگ نویسی من و ساموئل، یادش زنده باشه همیشه. و بعد چیز که کرد، حالا غیر از نیلوفر بازیگرهای دیگه رو انتخاب کرد. من در یک صحنه دیدم که نام جمیله رخص، هنر رقصش در حال مورد تایید بسیاری هست. ایشون گفتم ایشون چه رقصی رو گفت؟ یه صحنه ای تو داری که این آدم میره تو تخیلاتش توی دربار، اونجا میخوام رقص چیز بذارم. خب من اون موقع چپ میزد نگاهم و هرچند که امروزه بسیار برای رقص و انواع رقص ارزش قائلن، اون روزگار چون فیلم های فارسی فیلم و که ما سر هم میگفتیم فیلم فارسی ها، برای جذب تماشاگر یه صحنه یه وسط یه فیلم جدی صحنه رقص محبش یا جمله میشتن. من گفتم سامان جان خیلی دوست دارم نقش بازی کنم، من نیستم، شما هر طور که میخواید بساز، اسم من رو هم به من همیشه میگفت همونجوری که من مثلا چه میدونم یه میذاریم آخر از این حرف، مثلا حسنی بیا به من میگفت صادقی. بعد گفتم ببین همین صادقی که تو میگی همینو بذار اسم سناریست و من بازی نمی کنم. دلگیر شد اینا، ولی خوب باشه. و من جوری نوشته بودم که دچار مشکل شد برای انتخاب بازیگری که چشمای سبز داشته باشه و موهای بلوند، چون واقعا روی نوشته بودم بعد جز بافت سناریو بود. و بعد تغییرات دیگه بعدها که فیلم دیدم داده بود که خب خوشحال شدم که بازی نکردم. اما اون موقع زنده یاد بوتیمار رو آورد که اون نقش رو بازی کنه، که البته بوتیمار چاخ هم شده بود نمیخورد، ولی تنها هنرمندی بود که چشمای سبز و موهای بلوند داشت. این اتفاق افتاد. اما ساموئل بعد از اینکه فیلم تموم شد، فیلم برداریش تموم شد، یه روز به من زنگ زد گفت فیلم برداری تموم شد بیا دفتر ببینم. رفتم، اون موقع یه چک 2000 تومانی برای من نوشت برای سناریو که خیلی پول بود اون موقع، و میخوام بگم چه آدم شریفی بود و گفت این برای سناریو قابل شما رو نداره، بعدا جبران بیشتر میکنم اینا که گذشتین نداره. ولی ما رابطه دوستانمون همیشه داشتیم با هم، علی رغم اینکه من در اون کار بازی نکردم و بعدم از خود فیلم خوشم نیومد، فیلم شکست تجاری هم خورد و
برای اینکه من یه فیلم روشن فکرانه نوشته بودم و فیلمی که ساخته شد نه روشن فکرانه بود نه بازاری اون موقع، یه حد وسط این میانه بود که فرض بفرمید من مثلا صحنه داشتم، صحنه شروع، این نیلوفر که چشمای سیاه و موهای مشکی برندی داشت، یه کلوزآپ از این بود که داریم با دوربین و با تماشاگر حرف می‌زنه. خب تو فیلم فارسی ما چیزا رو نداشتیم که در این حال که اینو داشت، بعد مثلا صحنه های شوخی های باب فیلم فارسی هم داشتش که فیلم از جانب روشنفکران مورد اقبال قرار گرفت به دلیل این صحنه و نه از جانب تماشاگر عام فیلم فارسی به دلیل اون صحنه های دیگه. این اتفاق افتاد و بعد من خب کار تلویزیون و کار تصویر رو ما در تلویزیون در واقع از سال 45 که تلویزیون ملی ایران باز شد شروع کردیم، اما نخستین فیلمی که من بازی کردم به عنوان بازیگر اون موقع یک دو تا فیلم کوتاه این دوستان ما ساختن، از منم خواستن من بازی کردم، ولی واقعا اسمشون اصلا یادم نیست و تو حافظه رو نمونده. اما اولین فیلم گفت هر سه نفرشان به کارگردانی علی عرفان بود که من به پیشنهاد دوست نازنین و زنده‌یاد جمشید مشایخی و همینطور جعفر والی که دوستان علی عرفان بودن ایشون معرفی شدم و ایشون هم با دیدن چهره من اون نقش اساسی فیلم رو به من داد و دیدن یک دوتا از کارام که اون فیلم ساخته شد. نخستین فیلم فریبا فرجامی هم بود اون فیلم، آخرین فیلم زنده یاد آرمان هم بود اون فیلم، دیگه کسانی که در اون بودن در اون فیلم بودن. تمام هنرپیشه های اداره تئاتر اکثرا در اون فیلم حضور داشتن، مثل زنده یاد، محمد مطیع و خیلی ها خیلی ها. الان حضور ذهن ندارم ولی اگر تیتراج فیلم رو ببینید قسمت هایش هست توی یوتیوب رو شدید. اون فیلم رو من بازی کردم که صحنه هایی هم داشت در پاریس و در لندن، اونجا رفتیم فیلم برداری کردیم. در اون فیلم که یکی از اولین فیلم های بعد از واقعه 57 بود، هنوز حجابش باری نشده بود، فریما فرجامی در اون فیلم حجاب نداره، به همین دلیل بعد فیلم پروانه نمایش در تهران نگرفت اما در فستیوال نانت اجرا شد و اکران عمومی در پاریس در چند تا سینما گرفت که از قرار دختر من از خاطراتم که با مادرش از توی شانزلیزه میگذشتن یا میگه ای مامان بابا بابا عکس من رو در سردر سینما بود که میرن فیلم رو میبینن. و هر حال این فیلم رو من ندیده بودم تا همین اواخر که تو یوتیوب گذاشته شده بود و چند تا پیشنهاد سینمایی اون سالها به من شد که من قبول نکردم. چرا؟ گفتم صبر کنم تا این فیلم بیاد، برای که این فیلمیه که به هر حال دارای ارزش‌های دیگه ایه. و بعد که متاسفانه این فیلم نیومد دیگه، نیومد. و کار بعدی که من بازی کردم، یعنی در واقع من سناریویی به نام اون موقع ها اگه یاد خاطرتون باشه اداره ممیزی توی ارشاد فیلمنامه ها رو سخت چیز میکرد، تایید میکرد یا پرونه ساخت میداد. و بعد گویا سناریست ها چیز هم داشتن، کوپون هم داشتن، یا یکی یه سناریوش قبول می شد سناریو دومش حتما رد می شد. این چه سیاستی بود؟ بعد از خود اون آقایونی که امروز هم هستند سوال کرد. در حال یک سناریوی من به نام زلزله، نه ببخشید سیمرغ، آره سیمرغ، اونجا تصویب شد
که این رو اکبر ببینی حافظه نه بابا ماشاءالله همه رو خوب یادتون از دوست داد. حالا یه از که اکبر صادقی، اکبر صادقی که با اون موقع با صدر عاملی و جیرانی اینا یک دفتر مشترک داشتن، چیز کرد که بسازه. و البته تو اونجا من یک نقشش رو روی خودم اصلا نشته بودم، اسم بازی طرفم صادق هستم تو فیلم. این رو ساخت که نقش مقابل من رو هم بیژنیم کنیم بازی کرد. بعد از اون فیلم یک فیلم دیگه بود که به نام زلزله از من تصفیب شد، البته بعد از اینکه چند تا سناری بعد شد زلزله، حالا نمیدونم اون اول بود یا اون اول بود، این اول بود یا اون دوم بود، زیاد تو ذهنم نیست. اما زلزله رو که تصفیب شد، باز دوستم سیروس علمان با من تماس گرفت تلفنی، گفت شنیدم این سناریو تصفیب شده، آیا من میتونم بیام و اون رو از تو بگیرم یا بسازم یا بخرم یا هرچی؟ گفتم آره. قراری گذاشتیم و تایید کننده شاید اون سناریو رو از من خریدن و ساختن که به نام آوار اومد روی صحنه، که باز زندیات مشایخی و فرامرز غریبیان و محمد مطیع و عده ای از بازیگرهای بسیار خوب در حمید مجید مظفری و اینها بازی میکردن در اون فیلم، و از زنده یاد هادی اسلامی که به نظر من یکی از بهترین نقشایی بود که تو سینما بازی کرد در اون فیلم. فیلم بود که البته جاهایی از سناریو تغییر کرده بود، 27 مورد بود که من توی یه یادداشت برای سیروس احمد نوشتم، اما در مجموع کار خوش ساختی بود. دیگه فیلمی دیگه ای که اون سالها من بازی کردم فیلمی بود به نام مار، که سیروس در حال این فیلم سیروس مقدم اسامی چهره ها آدم تو یادش میمونه علی جان، ولی اسامی میرن از ذهن، ببیش الان من 5-6 سال دورم از ایران و کار رو نمیبینم زیاد. آره سیروس مقدم ساخت فیلم مار رو که من در اون فیلم بازی میکردم و یکی از داستانهای مولانا بود که چیز شده بود منصوب به مولانا. دیگه فیلم چیز بود، آخرین لحظه بود که اونم باز ماجرای جذابی داشت. من یک روزی سوار اتوبوس بودم، از اداره تئاتر داشتم میرفتم خونه، دیدم یه دفعه اتوبوس ایستاد، یه ماشین پیچه چلو اتوبوس ایستاد و کارگردان باز از فراموشم شده، کارگردان فیلم بود که بعدن فیلم چیز ساخت آخر دست رو پیاده شد، اومد بالا گفت در به در دارم دنبالت میگردم، تو اتوبوس از پشت شیشه دیدم، بیا کارت دارم. همه با تعجب به من نگاه کردن که قضیه چیه اینا. من سلام علیک کردم و ماشپوس کردم، فهمیدم قضیه دوستان است. رفتیم و بعد آره گفت من دی سرایو نوشتم و بعد تو باید بازی کنی، پیدا نمیکردم که آخرین لحظه شد. من اون فیلم رو دوست دارم و هنوزم دوست دارم، یه نوع نقشی رو که بازی کردم متفاوت بود از کارهای دیگه ای که انجام دادم. دیگه بعدش هم چند تا بازی کردم یادم نیست واقعا. ببینید کارهایی که آدم دوست داره تو خاطرش میمونه، کارهایی که زیاد چرا فیلم دلار بود بازی کردم و فیلم دبیرستان، دبیرستان هم در دبیرستان و در دلار نقش منفی داشتم به عکس سیمور که مثلا جوان مثبت فیلم بود.
یک فیلم دیگه هم این اواخر بود یا دو تا این اواخر چند تا بود، یکیش پنالتی بود که اصلا دوست نداشتم اون فیلم، و برای اینکه بعد در جریان فیلم برداری دیدم داره تغییر میکنه سناریویی که منم برخوندم، حالا داره یه چیز دیگه میشه و اختلاف پیدا کردم با کارگردان محترمش و دوست نداشتم فیلم اومد. ایشون هم لطف کرد و اسم من از نفر اول آورد به نفر سوم و چهارم و دوم. این اتفاقی که توی فیلم سعودم اختلافی که با چه ایرانی پیدا کردم باز این اتفاق افتاد و متاسفانه دوستان ما در علارغم که باید شیوه برخورد فرهنگی و هنری داشته باشن در این موارد یه مقدار چیزهایی از نهادشون غلبه میکنه که قشنگ نیست. من البته درگیر نیستم، فقط برای اونها دلم میسوزه که چرا این خصلت رو دارن. برای اینکه فرض کنید شما اسم اول باشه یا آخر باشه چه فرق میکنه؟ تماشاگر وقتی میاد شما رو میبینه، حالا بعد چه نقشه یه خط باشه چه کل فیلم، اگر اون یه خط رو درست اومده باشی و درست اجرا کرده باشی و نشسته باشی تو ذهن تماشاگر میمونه و بعدم میاد میگه اسم این آدم چی بود، اسمت اون تهم باشه پیدا میکنه تو خاطراش میسپره. اینها خاطرات من از سینما هست عزیزم. خب استاد اینها که میفرمایید من فکر میکنم تازه که بخش خیلی کوچیکی از این زندگی پربار و هنری شما هستش. سریال های متعدد، سلطان شبان، سید در پی صیاد و و و و که این اواخر من خودم چند تاش رو هم تو خاطرم هست، هم افتخار همکاری و در واقع شاگردی رو داشتم در خدمت شما.